مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما همراه از سناق نخل احمدی این که خامنه ای در حضور برخی از امامان جمعه و روحانیون اهل تسنن درباره امت اسلامی حرف میزنه و در همون حال اهل سنت نقشی در اداره کشور و حتی داشتن یک مسجد در تهران رو ندارن نشونه چه است؟ سلام عرض میکنم خدمت شما اولا ببینید کسانی که در این جلسه شرکت کردن عموما در واقع محصول همان شورای سیاست گذاری مدارس اهل سنت هستن سال 88 تشکیل شد و به همون سیاقی که امامان جمعه اهل تشیع در طول 14 گذشته منصوب شدن اینها منصوب شدن اصلا هیچ کدام از اینها منتخب مردم نیستن مسئله بعدی که اساسا جمهوری اسلامی و در رأس اون الان علی خامنی بسیاری از واژه ها و کلمات رو متاسفانه ابتزال کشیده مثلا همین جمهوریتی که در اسمش هست جمهوری اسلامی شما در قانون اساسی از طرفی میبینین که میگن حکومت از آن خدا هست و نمایندگان اون باید بر مردم حکومت کن از یک طرف دیگه میگن حکومت در واقع یا بر اساس اراده مردم هست اتفاقا علی خامین داره اون روایت اول رو هم نص قانون اساسی رو اجرا میکنه یعنی میگه یک امتی هستن که امت فقط در ایران هم نیستن در کل جهان هستن و من امام اونها هستم و من رهبر کل مسلمین جهان هستم و اتفاقا هم هیچ کس هم در واقع تره برایشون خورد نمیکنه این صحبت هایی هم که میکنه و مسئله بعدی همین مسئله وحدت هست به بهانه در واقع هفته وحدت برخی از این مولوی های جیروخو رو آوردن اینجا صحبت بکنن و اساسا اما در واقع این صحبت ها هیچ نسبتی با واقعیتی که در ایران میگذرد یا با حقیقت ندارد چون همونطور که شما میگوین از طرفی مردم اهل تسنن و در یک نگاه کل کل مردم در واقع در تبعیض مطلق سر میبرن و به فکر این هست که مردم غزه و در واقع جاهای دیگر رو حمایت بکنه یا اونها رو برابر با بقیه مسلمانان قرار بده آیا نقل احمدی اشاره کردید اما من میخوام این موضوع رو یه قدر بیشتر باز کنیم به نظر شما چرا هیچ کدوم از چهره های شاخص اهل سنت و روحانیون شناخته شده سنی در این دیدار حضور نداشتند یا اساسا دعوت نشدند دو تا مسئله اول اینکه خب پارسال هم در آستانه همین هفته ای وحدت یا به بانه هفته وحدت و یا در آستانه جمعه خونین زاهدان برخی از مولوی ها یا سران توایف از سیستان و بلوچستان خصوصا دعوت شدن برای دیدار با خامنی خب بسیار از اونها رد کردن برخی هم که شرکت کردن بسیار مورد ملامت و سرزنش جامعه قرار گرفتن اونها رو بنان مزدور قلم داد کردن طبیعتا معذوریت در حال حاضر برای بسیاری از این کسانی که به به عنوان یا علمای اهل یا مولوی ها هستن وجود داره که دیدار با علی خامینو به عنوان یک سرشکستگی میدانن و طبیعتا خب به حال در این جلسات شرکت نمیکنن کسانی هم که شرکت میکنن شما هم به همین شکل که در ویدیو و در عکس ها میبینید و در سال گذشته هم بود معمولا تلاش میکردن که لنز دوربین ها در واقع مسئول بمانند اونها رو نگیرن که بعدها ملامتی نشه وای به یک رهبر حاکمیت که مردمی و مردمش وقتی میخوان باش دیدار بکنن در واقع این رو به عنوان یک ننگ بدونن ولی از طرف این مولوی ها عرض کردم متاسفانه دست نشانده هستن حقوقی میگیرن و برای بلد. پایدار ماندن همین حداقل حقوق واجب میان و در این در واقع مراسم شرکت سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی نگار و فعال سیاسی از تورین با ما